سلام خوش به کانال خودتون احتمالا برای شما هم پیش اومده که قدرت و شتاب ماشینتون نسبت به گذشته کم شده حالا سوال چه پیش میاد اینه که ما چطوری یا از طریق چه روش میتونیم قدرت و شتاب ماشینمون رو زیاد کنیم من پنسارا کار خیلی ساده رو میخوام بهتون بگم که به راحتی خودتون میتونید با چندترین هزینه شتاب و قدرت ماشینتون رو افزایش بدید اما اگه تجربه ای در این مورد دارید و نتیجه داده ممنون میشم توی کامنت ها بنویسید که بقیه هم بتونن از تجربیات مفید شما استفاده کنند. پس بدسا تا آخر ویدیو همراه من باشید اول مورد بدسا کاهش دادن وزن خود رومونه. یکی از اون مهمترین و تاثیرگذارترین گذارترین روش هایی که شما میتونید به راحتی انجام بدید کم کردن وزن ماشینتونه وقتی وزن خودروتون از یه حدی زیادتر میشه اولا باعث میشه موتور خودرو تو فشار بیشتری قرار بگیره چون این وزن زیاد شده و موتورم مجبور بر این بار غلبه کنه در نتیجه دما توی خودرو زیاد میشه و البته مصرف سوختم به تبع اون زیاد میشه دوم هم وزن اضافه باعث کاهش سرعت و کاهش شتاب توی خودروتون میشه که اگه توجه کرده باشید اکثر خودروهای قدیمی وزن زیاد داشتن. که الان اومدن حدودا 50 درصد از اون وزن خودرو رو توی خودرو امروزی کم کردن که بعد سا این مسئله اهمیت وزن توی خودرو رو نشون میده که وزن سگت تاثیر گذاره توی عملکرد خودرو حالا ما چطوری میتونیم وزن خودرومون رو خیلی راحت کم کنیم همه ما میایم یه سری وسایل رو توی صندوق و داخل ماشین جا میدیم که شاید سالی یه هم ازش استفاده نمی کنیم. اگه ما بیایم یه سری از اون وسایل اضافه که توی خودرومون اضافه است رو برداریم حدودا میتونیم بین 50 تا 100 کیلو از وزن خودرومون رو کم کنیم و حتی میتونیم بچا از رینگای آلومینیومی که برای لاستیک استفاده میشه و 60 درصد وزن اون رینچ های فلزی رو کم میکنه استفاده کنیم اینا میتونه در واقع وزن خودرومون رو تا حدودی کاهش بده و عملکرد موتور خودرو رو, رو افزایش بده دوم این مورد هم تعویز فیلتر هواس که اکثرا به این مورد اصلا توجه نمی کنیم و حالا شاید سالی دو سالی یه بار ما بیایم این فیلتر رو تعویز کنیم ولی ببینید فیلتر هوا نقش مهمی توی عملکرد کلی موتور ایفا میکنه هوای بیشتر یعنی سوختن بهتر و سوختن بهتر هم یعنی قدرت بیشتر این دوتا در واقع مدل ساده است که توی خود رو انجام میشه هوا هر بیشتر وارد موتور بشه که میان بعضیا توربو شارژ هم استفاده میکنن توی خودروها این باعث میشه که اون بنزین به بهترین شکل خودش بسوزه و قدرت و عملکرد موتور رو افزایش بده فیلترهای هوا در اثر کارکرد این منافذشون گرفته میشه که این گرفتگی هم نتیجهش این میشه که شتاب خودرومون کم میشه و البته مصرف سوختم زیاد میشه در نتیجه این در واقع گرفتگی فیلتر هوا پس توصیه که میشه شما هر بار که روغنی میرید این فیلتر رو حداقل یه بار چش کنید اگه نیاز به تعویض داشت حتما این فیلتر رو تعویض کنید مورد بعدی هم استفاده از لاستیک های پهنه یه سری از دوستان میان لاستیک های اصلی خودرو رو باز میکنن و میان از یه سری لاستیک های پهن توی خودروشون استفاده میکنند. این لاستیک های پهن هم میگه مزایایی دارن که باعث میشه که سطح مقطع در واقع اون لاستیک زیاد بشه و باعث ترمزگیری بهتر توی خود رو میشه از طرف این وقت اینا معایبی دارن که گفتم چون اینا سطح مختهشون زیادتره و سطح تماس که زاده دارن بیشتره باعث افزایش استقاش میشه و روی موتور فشار بیشتری وارد میشه که میتونه باعث کاهش قدرت و شتاب خود رو بشه از طرفی هم چون به موتور فشار بیشتری وارد میشه باعث افزایش دما تو خود رو میشه و افزایش مصرف سوخت و از طرفی هم بعد چون شما لاستیک رو عوض کردید مجبور رینگش هم عوض کنید پس رینگ بزرگتر میشه این رینگ بزرگتر هم در واقع وزن رو زیاد میکنه پس اینا باعث میشه که عمل کرده کلی موتور در واقع کم بشه و قدرت موتور رو به شدت پایین بیاره پس اگه شما هم از این مدل تایرها توی خودروتون استفاده میکنید باید بهتون بگم که این تایرها باعث میشن که شتاب و قدرت ماشینتون به طور چشمگیری کاهش پیدا کنه مورد بعدی هم تعویض به موقع شم هاست سال مودن شمها مستقیما به عمل کرده کلی موتور ارتباط داره شم ضعیف و مشکلدار هم در استار زدن و شتاب گرفتن باعث احتراق ناقص میشن تو این حالت هم موتور خود رو نمیتونه حد سر قدرتش رو حفظ کنه و سوخت زیادی هم به هدر میره یه نکته دیگه که هست اینه که وقتی که شما دوچار خرابی و مشکل میشن ما به سراغ اونا میریم ببینید شما و قطعات مصرفی توی خودروها محسوب میشن اینا عمرشون محدوده و بسته به نوع شمی که استفاده میکنید اینا حالا عمری بین 15 تا 15 هزار کیلومتر اینا عمر دارن که شما باید وقتی که عمر این شما تموم شد شما باید نسبت به تعویز اون اقدام کنید حالا احتمالاً برای یه سری از عوامل باعث بشن که این شمها زودتر دچار خرابی مشکل بشن که اونا هم یه سری علائم داره ولی خب به طور کلی روی عملکرد موتور تاثیر مستقیم میذاره و باعث کاهش شتاب و قدرت موتور تون میشه مورد بعدی هم استفاده از مکمل اوکتان بوستر یا تقویت کننده های توی باک بنزینتونه من یه ویدیو کامل در این مورد ساختم لینکشو این بالا میذارم این مکملا کاری که میکنن اینه که اون عدد اکتان سوخت رو بالا میبرن که اگه شما از بنزین معمولی توی خودتون استفاده میکنید استفاده از این مکمل های اکتان بوستر توصیه میشه که باعث افزایش شتاب و قدرت ماشینتون میشه تنها کاری هم که شما باید بکنید اینه که یه مکمل اکتان بوستر رو با یه باک پر بنزین در واقع مخلوط میکنید که این باعث افزایش شتاب و قدرت ماشینتون میشه و یه کار دیگه هم که یه سری از دوستان انجام میدن میان از تینر به این مکمل استفاده میکنن که به هیچ عنوان توصیه نمیشه من یه ویدیو کامل در این مورد ساختم لینکشو این بالا میذارم دوستان میان از تینر 20000 توی خودشون استفاده میکنن که میان توی باش میریزن و این تینر کاری که میکنه باعث بهتر سوخته شدن بنزین میشه ولی از طرفی هم باعث آسیب های زیادی به موتور خودروتون و سیستم سوخت خودرو میشه که به هیچ عنوان توصیه نمیشه شما از تینر توی خودروتون استفاده کنید خب بچا به انتهای این ویدیو رسیدیم منتظر ویدیوهای بعدی از کانال من باشید فعلا تا بعد